یه روزی داشتم با یه آقایی صحبت میکردم، بعد به من گفتش که میدونی چرا انقدر خانم ها موجودات پیچیده ای هستن، چقدر بعض وقتا سختن بعض وقتا راحتن، کلا عجیبن. گفتم که نه چرا؟ گفت به خاطر هورمون هاشونه. یعنی چی هورمون هاشون؟ و بعدها گذشت و من متوجه شدم که منظور اون آقا چی بوده. شده یه روزایی از جات بلند میشی، دلت میخواد بری دنیا رو فتح کنی، یعنی انقدر حالت خوبه، انقدر انرژیت زیاده، اصلا دلت میخواد که بری مثلا 10 تا کلاس ثبت نام کنی، چیزای جدید یاد بگیری. بعد مثلا یه 2 هفته میگذره، بعد یه خدایی چه غلطی کردم، حال نداریم کلاسایی که ثبت نام کردی و بری. یا مثلا یه روزایی به شدت اجتماعی هستی، با همه رفیقی، با همه حال میکنی، و یه روزای دیگه فقط دلت میخواد کرکرار بکشی پایین و خونت بشی. یه روزای درونگرایی، یه روزای برونگرایی، یه روزای دلت فست فود میخواد، غذا بیشتر از حالت عادی میخوری، یه روزایی نه مثلا تمایل داری که مثلا سالم خوری کنی. دلیل اینا رو میدونی چیه؟ من بگم، ما چرخه هورمونیمون، یعنی همون سیکل قاعدگیمون، به شدت با آقایون فرق کنه. تغییرات هورمونی توی آقایون 24 ساعت است، یعنی اصطلاحا هم ما بهشون میگیم صبح خورشید طلوع میکنه و شب غروب میکنه، همچین تغییراتی دارن. ولی خانم ها تغییراتشون توی بازه 28 روزه اتفاق میفته. حالا برای تو ممکنه بازه ای که تو داری مثلا 30 روزه باشه، 32 روزه باشه، 35 روزه باشه، من دارم نرمالشو میگم که 28 روزه است. و چرا میخوام این ویدیو رو بگیرم؟ چون که ما یکی از مباحثی که داریم توی چنل میکنیم راجع به انرژی زنونه است، و اصلا بنیادش دونستن بدنه، یعنی که تو بدنه تو بشناسی، با بدنه در صلح باشی، بشنویش، بدونی الان تو چه وضعیتیه. همه اینها رو تو به عنوان کسی که توی این بدن هستی، توی این کالبد هستی، و به عنوان مخصوصا یک جنس زن باید بدونی. ما در طول یک بازه 28 روزه 4 تا فاز رو تجربه میکنیم. فاز اول فاز قاعدگی هستش که بین 3 الی 7 روزه، که همون فازیه که خونریزی داریم. فاز فولیکولی هستش که بین 7 الی 10 روزه، و فاز تخمک گذاری که 3 الی 4 روزه، و فاز لوتئال که بین 10 الی 14 روزه. خب توی هر کدوم از این فازها چه اتفاقی برای بدن ما میفته؟ فاز قاعدگی، زمانی که خونریزی داریم ما، که تایمش هم بهتون گفتم 3 الی 7 روزه، تو این حالت هورمون هاتون در پایین ترین سطح ممکن هستن. پس طبیعیه دلتون بخواد شاید اصلا از خونه بیرون نیاین، درونگرا بشین، دلتون بخواد پتو رو بکشین رو سرتون، کسی رو نبینین. تو این دوران ممکنه هوس غذاهای مضر کنین، مثل فست فود ها، مثل چیپس، پفک، و کاملا نرماله. یا حتی دلتون هوس شیرینی کنه. من یه تایمی برام، یعنی دقیقا قبل تاریخ قاعدگیم این اتفاق میفته و واقعا هیچ کنترلی ندارم. عاشق شیرینی هم، و تو اون موقع بیشترین تایمیه که بدنم دلش شیرینی میخواد. و بهتون بگم بچه ها، با بدنتون مهربون باشید. تو این قسمت بدنتون خیلی داره کار میکنه واقعا. اگه همچین چیزی دلش میخواد بهش بدید، حالا نه اینکه زیاده روی کنید، ولی اگه حواس چیزهای مضرم میکنید به بدنتون بدین، چون به نظر من اون خیلی داره برای ما تلاش میکنه و ما باید باش مهربون باشیم، و حالا از ما همچین درخواستی داره، بهتره که بهش گوش بدیم. این قسمت اصلا نباید بدنتو مجبور کنی که کاری رو به زور انجام بده. مثلا اگه هر روز میری باشگاه ورزش میکنی، تو این روز اگر دلت میخواد استراحت کن، یا اگر میری باشگاه به خودت فشار نده، سعی کن که با خودت بیشتر در ارتباط باشی، با عواطفت، با حسات، با مثلا حتی حس ششمت. این بهترین تایمیه که با خودت، علایقت، نیازهات بیشتر در ارتباط باشی و اونها رو بغل بگیری.
اصلا تو این مدت با خودت نامهربونی نکن، خودتو مجبور نکن که بعضی وقتا بعضی کار رو بکنیم، چون بچه ها زمانی که ما بدنمون رو نشناسیم و ندونیم تو کدوم فازه، ممکن از دست خودمون عصبانی بشیم، بگیم اه چرا همش خوابت میاد، چرا خسته ای، چرا پس این کار بر نمیای، چرا نمیتونی این کار رو بکنی. ولی وقتی بدونی که بدنت الان تو چه وضعیتیه، خب 100% باش مهربونتر برخورد میکنی دیگه. بهت قول میدم اگه تو این دوران با بدنت مهربون باشی، بذاری استراحت کنه، بهش گوش بدی، مطمئن باش ماه بهتری رو پیش رو خواهی داشت. یعنی ماهی که شروع میشه با انرژی بیشتر، با هیجانات بهتر، همه چیز بهتر قراره بشه اگه تو این تایم خودت سخت نگیری و استراحت کنی. فاز بعدی که فاز فولیکولی هستش، تو این فاز بدنتون شروع میکنه به زیاد شدن انرژیش. توی این تایم بهترین تایمیه که شما یه عادت جدید رو توی خودت به وجود بیاری، یه کار جدید و استارتش رو بزنی. مثلا اگه بری ورزش کنی، ورزش بهت کیف میده، مخصوصا اگه هوازی باشه، میتونی بری راه بری، بدویی، دوچرخه سواری کنی. ورزش های این چنینی خیلی بیشتر بهت کیف میده. این تایم بهترین تایمیه که تو یکم از اون دایره امنت، نقطه امنت بیای بیرون و بهت بگم تو رو خدا این انرژی رو حیفش نکن، از این انرژیت به شدت استفاده کن. تو این تایم خلاقیتت بالاه و در واقع میتونی از همه چیز بهترین استفاده رو بکنی. تو این تایم حتی ممکنه تو تمایلت به سالم خوری بره تا به خوردن چیزهای مضر و فست فود. یعنی حتی ممکنه دیگه هوس اون خوراکی ها رو نکنی و دوست داشته باشی که بدن تو پاکسازی کنی، چیزهای سالم بخوری. فاز بعدی فاز تخمک گذاری هستش. بچه ها وقتی توی این فاز قرار میگیری، قدرت بدنیتون تو بالاترین حالت ممکنه. یعنی الان وقتشه بری ورزش های قدرتی انجام بدی، بری کلاس کیک باکسینگ ثبت نام کنی، ورزش های این چنینی که قدرت زیادی رو میطلبه. شما در اجتماعی ترین حالت ممکن قرار داری، یعنی با همه خوبی، همه رو دوست داری، مهربونی، نمیگم مهربون نیست ولی خب موقع مهربون تری، و از لحاظ انرژی زنونه در بالاترین حالت ممکن قرار میگیری. و دلیلش هم اینه که دو هورمون جنسی یعنی استروژن و پروژسترون در ماکسیموم خودشون هستن. خب چی از این بهتر؟ و در واقع از لحاظ جنسی میل جنسیتون به شدت افزایش پیدا میکنه. خب مشخصه دیگه، چون که تایم تخمک گذاری هست و یه تخمک آزاد میشه و در واقع شما آماده، اگر ارتباط داشته باشین، بدنتون آماده لقا هست و احتمال بارداری توی این دوران از بقیه دوران به شدت بالاتر. که هورمون های بدنتون درست کار کنه و بدنتون این فازها رو تجربه کنه، خودتون متوجه میشین که بدنتون تو چه فازیه. مثلا من خودم متوجه میشم که الان دقیقا تو چه فازی قرار دارم و این باعث میشه که بتونم از وقتی هایی که انرژیم زیاد از من انرژی زیاد سو استفاده کنم و تایم هایی هم که انرژیم در پایین تر حالت ممکنه خب به خودم آوانس میدم. شما هم باید اینو بدونین که بدنتون که ازش سو استفاده کنین که نه. هر دوران هم که باشین بدنتون یک سری علائم نشون میده، حالا یه سریش که روحیه، یک سریش هم جسمیه، همونطور که بهتون گفتم. و تایم تخمک گذاری در واقع یک سری علائم هم میتونه داشته باشه برای بعضی ها. مثلا اینکه سینه‌هاتون یه مقدار سفت‌تر بشه و یک سری حالتهای شبیه قبل قاعدگیتون یا همون زمان قاعدگیتون باید به صورت خفیف، خیلی خفیف تجربه کنید که میتونیم بفهمیم که الان تایم تخمک گذاریتونه. وارد مرحله لوتال میشیم که بین 10 تا 14 روزه و حتی یک سری از افراد 3 الی 4 روز و حتی یک هفته قبل از قاعدگیشون علائم PMS رو تجربه میکنن. یعنی اینجا دوباره داره چه اتفاق میفته؟ اینجا هورمون هاتون داره به شدت افت میکنه، یعنی از اون ماکسیموم داره میاد پایین. چرا؟ چون باید افت کنه که دیواره رحمتون شروع کنه به ریختن و اینجا شما ممکنه یکم دوباره بد اخلاق شین، دوباره برین توی لاک خودتون، دوباره غذا بیشتر بخواین بخورین. و بهتون میگم بچه ها،
چون بدنتون داره انرژی، ببین متابولیسم بدنتون توی اینجور مواقع بالاه، داره انرژی میسوزونه. پس اگر خورد و خوراکتون توی این موقع بیشتر شده، با بدنتون نجنگین، لطفا بهش غذا برسونید. لج نکنید میگی من رژیمم، به دادم غذا نمیدم، گناه داره. ممکنه حواس خوراکی های مختلف دوباره بکنیم، همه اینا بعد چون نرماله. و اگر دیدین که تو این دوران حوصله ندارین، حالتهای افسردگی، حالتهای غمگین بودن، روحیت یکم مثلا خیلی حساس میشه، اینها همه طبیعیه. میگم اگه مثلا دلتون میخواد یهو بزنین زیر گریه، گریه کنین، این احساسات شما طبیعی هستن و بخشی از فیزیولوژی بدنتون هستن. این مدت شاید دلتون نخواد اصلا بریم ورزش کنین، شاید تمایلتون به ورزش های مثلا کششی مثل یوگا، ورزش های این چنینی بیشتر بشه. من خودم زمانی که تو این فاز هستم، وقتی میرم باشگاه اصلا به خودم فشار نمیارم، یعنی از حد نرمال همیشه خیلی کمتر ورزش میکنم، فقط صرفا برای اینکه اون ورزشه به حال بهتر من کمک میکنه، این کار رو انجام میدم و خیلی هم سبک ورزش میکنم. چه اشکال داره؟ یه روزای قدرتم زیاده، یه روزای قدرتم کمتر. ماه جدید که شروع شد، یعنی تایمی که دوران قاعدگیتون رو پشت سر گذاشتین و دوباره سیکلتون شروع شد، بدنتون رو زیر نظر بگیرید، ببینید این حالتهایی که بهتون گفتم دقیقا درونتون کی به وجود میاد و تشخیص بدیم. و وقتی که شما میتونید، یعنی بتونید تشخیص بدین، میدونید چه کارهایی رو برای چه موقع بذارین، چه کارهایی رو مثلا برنامه‌ریزی کنین که برای اون موقع از تایم حذف کنین، یا مثلا اگه میخواین برین سفر چه تایمی بذارین. درسته من خیلی شما رو پوش میکنم به جلو، میگم که برین این کار رو انجام بدین، برین اون کار رو انجام بدین، ولی ازتون میخوام که به وقتش هم با بدنتون مهربون باشین و بپذیرینش. و هر کسی هم اومد گفتش که ای باز اومدی میگی فلانم، باز الان خسته ای، باز فلان، یکی بزنی با پشت دست و دهنش. بهتون بگم شما هر چقدر که با بدنتون بیشتر در ارتباط باشین، بیشتر بتونین بفهمین که تو چه حالتی هستین، تو چه عواطفی دارین، اون انرژی زنونتون هی افزایش پیدا میکنه، هی میره بالاتر، هی میره بالاتر. و بچه های خوشگلم، مرسی که این ویدیو رو دیدین، امیدوارم براتون کاربردی بوده باشه. و اگه دوست دارین راجع به موضوعات این چنین صحبت کنم، بهم بگین. دوستتون دارم، خدافظ.